مسیح عیسی فقط 2000 سال پیش شفا نمیداد. او دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان است. برای دیدن آیات و معجزات، دیدن شفاها، پیروزیها و نجاتها در کلیساهای ایرانی، احتیاج به عملکرد روح القدس و عمیق‌تر شدن رابطه ما با اوست. برای ورود به عمق‌های خدا، راه حل شما چیست؟ آمین. خدا شکر. آیا آماده هستیم دنباله موعظه های عمیق‌تر رو با هم ادامه بدیم؟ امیدوارم که در هفته پیش خداوند با قلب شما صحبت کرده بوده باشه حتما، و ما رو دعوت کنه به اون عمق‌ها. و دعا میکنم که این بقیه این هفته و هفته‌ها شما واقعا تجربیات تازه‌ای با خود خداوند داشته باشید، چون هدف این موعظه‌ها همینه که من نزدیکتر و نزدیکتر بشم، وارد عمق‌های حضور او بشم. هفته پیش فقط تشویق بود و یک تصویر بزرگی از این که خدا میخواد چیکار بکنه تو کلیسا. وقتی ما عمیق‌تر میشیم، به عمق‌ها میریم، وقتی جایی میریم که دیگه قوزک پای ما نیست توی اون رودخونه نهر آب حیات. اگر اونهایی که نبودید، راجع به نهر آب حیاتی صحبت کردیم که خدا میخواد ما رو دعوت میکنه به اون نهر آب حیات. میگه فقط تا قوزک پات نیست، برو جلوتر، برو و به زانوت بسنده نکن، ادامه بده عمیق‌تر در رابطه با من، شناخت من، رابطه با روح القدس، عمیق‌تر بیا، تا کمرت صبر نکن، برو ادامه بده تا آب در آب غوطه‌ور بشی و روح خدا من و شما رو در جریان خودش حرکت بده. و امید دارم که کلیسا به اون بُعدها بره و این سفر روحانی شخصی شماست، مال بغل دستیتون نیست، مال همسرتون نیست، مال تک تک ماست. این هفته راجع به این که ما خب هیجان زده شدیم، میخوایم وارد عمق‌ها بشیم، ولی این هفته راجع به روش یا وسیله رفتن به اون عمق‌ها رو با هم صحبت خواهیم کرد و نتیجه‌ای که از این عمق، یکی از اون نتایج رو با هم باز خواهیم کرد. برای همین طرز رفتن جلو رو با هم صحبت خواهیم کرد. یکی از اون ترس هایی که تو این کاغذاتون هست، روش ها برای عمیق‌تر شدن، نوشتم شناخت خود روح القدسه، و بعد این که برای این که اون رو بیشتر بشناسیم و با اون رابطه برقرار کنیم دعاست. و این هفته راجع به پرستش حقیقی صحبت میکنیم. پرستش حقیقی، وقتی من بدونم اون دعای من، گفت و شنود من با خدا یک پرستش حقیقیه، و امروز متوجه میشیم پرستش حقیقی یعنی چی؟ اون موقع حضور خدا، ابر حضور خدا میاد در هر جایی که هستیم، در وجود ما، قلب ما، در محل و خانه‌ای که هستیم، کلیسایی که هستیم، و بعد از خدا خواهیم شنید. یادتون باشه هفته پیش عده اومدید، یعنی عده زیادی اومدید جلو دعا کنید، بعد داشتید پرستش میکردید، گفتم اجازه بدید صدای خدا رو بشنوید. وقتی میاین به حضورش و ابر حضور خدا هست، خوبه که من صدای خدا رو بشنوم. اونجاست که من تبدیل میشم، اونجاست که من تبدیل حقیقی میشم. پس امروز هر موقع که من گفتم پرستش حقیقی، شما تو فکرتون باشه که تبدیل حقیقی، یعنی با پرستش حقیقی تبدیل ایجاد میشه. آیا میخواین امروز بدونیم پرستش حقیقی چیه، تا خدا از طریق اون پرستش حقیقی در ما یک تبدیل حقیقی ایجاد کنه؟ آماده هستید؟ به بغل دستی بگید من آماده هستم. دعا کنیم. خداوند، شکرگزاری میکنیم، من هم آماده هستم تو با ما حرف بزنی. درسته که آیاتی رو به هم دادی، نوشتم، صحبت خواهم کرد، ولی در مسیر هر چی رو خواستی عوض کن خداوند، و آن چیزی که دل توست به من و به کلیسات بگو و ما خواهیم شنید. با شکرگزاری به نام عیسی مسیح، آمین. من قبل از این که راجع به پرستش حقیقی وقتی میگم، شما میتونین چی بگید؟ تبدیل حقیقی. وقتی میخوام راجع به پرستش حقیقی، تبدیل حقیقی صحبت کنم، چقدر خوبه
که حداقل یک داستان پرستش حقیقی رو با هم بررسی کنیم. توی ورقه هاتون هست، دوم تواریخ فصل 5 آیه 12 تا 14. من این محیط رو فقط باز کنم براتون چه زمانی بوده. در زمان سلیمان، پادشاه سلیمان بود، پادشاه که از بعد از داوود او معبد رو ساخت، معبدی در اورشلیم ساخت، معبدی که مردم بتونن اونجا پرستش کنن. و معبد رو تقریبا این 3000 سال پیشه، 3000 سال پیش این معبد رو تموم میکنه، کامل میکنه، قربانی ها رو انجام میدن، پرستش ها رو میکنن. حالا میان و اون کاهنان که اون جعبه یا اون حضور خدا رو که به صورت جعبه تقدیس شده یا اون تابوت عهد رو که در قدس الاقداس گذاشته بودن، و توی قدس سه قسمت داشت اون معبد، توی قدس کاهنان خدمت میکردن و در اونجا کاراشون رو انجام دادن، همه اومدن بیرون تو صحن اون معبد، تو صحن اون محل که مثل اینجاست، توی صحن اونجا. و توجه کنید چه کاری انجام دادن، چی شد، چه اتفاقی افتاد. میگه و جمیع لاویانی که مغنی بودن، مغنی لغت قدیمی و فارسیه، نه اینکه آب حوضی باشن. مغنی میگفتن مغنیان میان آب حوض خونتون رو میکشن، نه، این مغنی یعنی نوازندگان، یعنی پرستندگان، لغت خیلی قدیمیه، عوضم نکرده این عهد، این ترجمه من. میگه آمدن یعنی آساف و هیمان و یدوتون. آساف، هیمان و یدوتون. اصلا چرا این سه تا اسم رو میبره از این افراد؟ خیلی جالبه چرا. و میگه پسران و برادران ایشان، نه تنها خودشون بلکه خانوادهشون. اصلا این سه تا لغت بد نیست بدونید معنیشو. لغت آساف یعنی جمع کننده، آساف یعنی جمع کننده، هیمان یعنی وفادار، و یدوتون یعنی پرستنده. بس جمع کننده، خداوند داره جمعمون میکنه و داره ما رو میاره، وفاداران خدا رو داره یه جا جمع میکنه تا پرستنده او باشیم. اون همه رو جمع کرده در یه جا و این سرایندگان اومدن، نوازندگان اومدن. ایشان به کتان نازک ملبس شده، لباس سفید تنشون بود، با سنج‌ها و بربط‌ها و عود‌ها به طرف مشرق مذبح ایستادن، جایی بود که قربانی انجام می‌دادن و اعلام می‌کردند که به وسیله قربانی است که فقط ما می‌تونیم به حضور خدا بریم. و میگه با ایشان 120 کاهن بودند که کرنا می‌نواختند. 120 کاهن. کاهن عهد عتیق کسی بود که می‌رفت برای مردم شفاعت می‌کرد و رابط و پلی بود بین خدا و مردم. الان کاهنان کیا هستن؟ میشه واقعا دست بگی کاهنان شما هستی، کاهن شما هستی، شما کاهن هستی. و الان ما بیشتر از 120 نفر اینجا هستیم. 120 نفر اونها بودند و جمع شدند. پس واقع شد که چون کرنا نوازان و نوازندگان مثل یک نفر، بگید مثل یک نفر، تمامشون به یک صدا، به یک آواز در حمد و تسبیح خداوند به صدا آمدند و چون با کرناها و سنجها و سایر آلات موسیقی به آواز بلند خواندند و خداوند را حمد گفتند که او چیست؟ یه بار دیگه ببینین، که او که او نیکوست، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. بعد یه اتفاقی میفته، یه اتفاقی افتاد، آنگاه خانه یعنی خانه خداوند از ابر پر شد، از ابر پر شد. لغت ابر خود یعنی خدا حضور یافت، خدا میان اونها آمد، یهو ظاهر شد بین اونها به صورت ابر. لغت ساکن شدن، کلام خدا تو مزمور میگه، میگه خداوند یهوه بر تسبیحات اسرائیل جلوس میکند، میاد. یعنی هر موقع شما پرستش میکنی، پرستش حقیقی از صمیم قلب پرستش میکنی، حضور خدا وارد میشه. میگه به صورت ابری آمد و اونجا رو پر کرد. جالبه، نگاه کنید، میگه اون ابر و کاهنان به سبب ابر نتوانستند برای خدمت بایستند. بعضی وقتا کاهنان که شما هستید و من هستم،
اینقدر مشغول به کار هستیم که یادمون میره حضور و ابر خدایی هست که ما باید هر روزه وارد اون ابر بشیم و همش مشغول کار، مشغول کار، مشغول کار، حتی شاید بدون دعا مشغول کار هستیم، بدون دعا میریم برای کارها و زندگیمون. اول ابر خدا، حضور خدا بیاد، میگه طوری آمد زیرا که نتونستند بایستند، به روی افتاده زیرا که جلال یهوه خانه خدا را پر کرده بود. لغت ساکن شدن به عبری لغتی است به نام شکاینا. توی کتاب مقدس این لغت رو استفاده نمی کنه، ولی در مرور زمان از همون تاریخ به بعد یهودیان این رو استفاده می کردن و به انگلیسی میشه شکاینا گلوری، یعنی اون سکونت، حضور خدا، ابر جلال خدا. آیا می خواهید مثل کاهنان که شما کاهنان هستید در پرستش حقیقی به حضور خدا بریم و هر روزه ابر حضور خدا رو حس کنیم؟ فکر کنید تو اون ابر چه اتفاقاتی میفته؟ فکر کنید تو اون ابر حضور خدا چه اتفاقی میفته؟ تبدیل حقیقیه، بله. امروز حضور خدا باعث میشه من تبدیل بشم. خیلی ما کتاب میخونیم، کلام زیاد میخونیم. من خودم از اونهایی هستم که خیلی کلامو دوست دارم، زیاد میخونم، هر روز میخونم، مطالعه میکنم، ولی تا من نرم به حضور خدا و تا ابر خدا نیاد، این فقط میشه تئوری. فقط یه سری مسائل تئوری میشه، میشه مذهب. و ما میدونیم که این کلام بدون روح خدا یک مذهبه، ولی وقتی روح خدا اون رو بر من مینشونه و منو تبدیل میکنه، من رابطم با خدا عوض میشه و من میشم یک شخص مسیحی. برای همین چقدر خوبه در زندگیمون این مسئله دعا و مسئله پرستش رو بذاریم جزو کارهای روزمرمون. فقط همجوری دعا نکنیم. از یه نفر پرسیدم دعا میکنید با هم، با خانوادت دعا میکنید؟ گوره من سر غذا دعا میکنم. من میگم خب غذا داری شکرگزاری میکنی، ولی فقط این نیست. آیا با همسرت، با بچه ها دعا میکنی؟ میشینید کله به کله دعا کنید که ابر حضور خدا وارد بشه و خدا بیاد شما رو به هم وصل کنه، متصل کنه. برای همین قبل از اینکه راجع به پرستش حقیقی صحبت کنم، اصلا ببینیم پرستش چیه، معنی پرستش چیه. پرستش مرحله نهایی ابراز عشق به خداست. پرستش مرحله نهایی ابراز عشق به خداست. حالا خب خود دعا چیه؟ و از وقتی ما میگیم دعا، دعا پرستشی هم هست. وقتی خدا را اعلام میکنیم، وقتی میگیم تو کی هستی و تو شخصیتت، خصوصیت رو میگیم، این پرستشه. ولی تنها دعای ما پرستشی نیست، شکرگزاری هست، درسته؟ توبه هست، تقاضا هست و حتی جنگ روحانی هست. ولی امروز راجب من میخوام پرستشی صحبت کنم که پرستش حقیقی، دعاییست که دعای حقیقی، دعاییست که میری به حضور خدا و خدا شخصیت تو رو تبدیل میکنه. هفته پیش خواهش کردم ازتون که حداقل مسئله رازگاهان رو با هم تمرین کنید که ببینید که رازگاهان درست چیه. هدف رازگاهان درست چی بود اگه رفتید و انجام دادید؟ هدف رازگاهان چی بود؟ میشه بشنوم ازتون؟ تبدیل شخصیت، گرفتن شخصیت خدا و پوشیدن شخصیت خدا و روش تمرین کردن، هر روز تمرین کنیم. میشه بپرسم خیلی صادقانه چند نفر از شما در کلیساهای خانگی این کار کردید؟ میتونم دستتون رو بلند ببینم؟ اوکی، خدا شکر، مرسی. اگر نکردید این هفته وقت دارید، یا یه دیگه بهتون دادم. انقدر بکنیم که عادت کنیم، انقدر بکنیم که بتونیم به حضور خدا بریم و شخصیت خدا رو بتونیم تشخیص بدیم، بپرستیم و شخصیت خدا رو بپوشیم. اینا برای خودتونه، اینا یه چیزاییه که من فقط میگم، من درها رو میخوام باز کنم برای کلیسا، ولی فقط خود شما هستید که میتونید وارد بشید. اگه نه، من اینجا فقط یک سری مسائل رو براتون باز میکنم. اگه میخواین برکات و میخواین شفا، آزادی، نجات ها، اخراج ارواح رو در این کلیسا ببینیم، اگه میخواین زندگی ها عوض بشه، میباید ما یه قدمی برداریم، میباید ما بریم حضور خدا و او رو دعوت کنیم که بیاد حداقل تو زندگی ما، خونه ما، و بعد در کلیسا، در کلیسای خانگی و کلیسا عمل بکنه و اون ابر حضور خدا بیاد به زندگی ها رو تبدیل بکنه. برای همین خود پرستش حقیقی یه مراحلی داره، یه مراحلی داره. درست مثل همونی که وارد با قوزک پا توی آب هستید و بعد میرید تا زانو و بعد میرید تا کمر و بعد غوطه‌ور میشید.
برای همین موقعی که پرستش میکنیم، یعنی اینکه ما خدا رو به اون صورتی که هست میخوایم بیشتر بشناسیم و به خاطر اون شناختی که ازش پیدا میکنیم او رو محبت کنیم و همینجور عمیق و عمیق و عمیق‌تر بشیم به حدی که عاشق او باشیم و حد عشق نهاییمون رو به عنوان پرستش بهش اعلام کنیم. پرستش مختص به خداست. ما همسرامون رو دوست داریم، بچه‌هامون رو دوست داریم، عاشقشون هم هستیم، حتی جانم براشون میدیم، ولی پرستش فقط شایسته خداست. البته جوانای فهم خخت جوان هستن به نامزدشون میگن میپرستمت، بعد که ازدواج میکنن میگن عاشقتم، بعد یه مقدار میگذره میگه دوستت دارم، بعد که تمزیه کم زیاد میگذره میگه بابا دیگه چقدر بهت بگم. ولی ما میخوایم خدا رو بپرستیم و میخوایم با عمقهای او وارد بشیم و برای همین موقعی که شما شروع میکنید کلام خوندن، رازگاهان، شخصیت خدا رو تشخیص میدید، اول واقعا دارید او رو میشناسید و بیشتر از همه شروع میکنید تشکر و قدردانی از برکاتش. اولونه، اول این قوزک پا اینه که من دارم خدا رو میبینم تو زندگیم، دارم یه سری کارا کرده و هی شکرگزاری میکنم، مرسی خدا برای این، مرسی برای این، ممنونم برای این شفا، ممنونم برای این کار، همش برکاتش، مرسی اینکه کارمو درست کردی، مرسی که بچه‌هامو تو مدرسه محافظت، همش تشکر از برکاتشه. ولی یه مقدار که میریم جلوتر و این کارو انجام میدیم، شخصیت او و اون پدری او، فیض او، عشق او که این کارا رو میکنه، یعنی درک میکنیم که چرا این کارا رو میکنه. وقتی اون شخصیت رو تشخیص میدیم، درست دوباره شیفته و مبهوت اون شخصیت میشیم. ولی هنوز داریم تشکر میکنیم، ولی کم 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 داریم شیفته شخصیتش میشیم. وقتی بیشتر اون رو میشناسیم، تو کلام خدا بیشتر تفکر میکنیم، به خصوصیات خوب او فکر میکنیم، شیفته و شیفته تر میشیم و توی آب میریم جلو و جلوتر. عشق کشش داره عزیزان. وقتی میفهمید یه نفر دوستتون داره، شما بیشتر بهش نزدیک میشین، درسته یا غلطه؟ وقتی میفهمید دوستتون داره، اون عشق میکشه، میکشه شما رو وارد آب میکنه، وارد حضور خودش میکنه. پدر مادرم همینن، وقتی عشق میدن به بچه هاشون، بچه هاشون برعکس عشق میدن، چون عینا نمیشناسن پدر مادر رو. ولی وقتی عشق رو جاری میکنی، اون عشق مردم رو میکشه و خدا این عشق رو داره جاری میکنه به ما و ما رو داره دعوت میکنه با عمقها بریم تا در حضور او خصوصیت او را تشکر کنیم، دوست بداریم، شخصیت او را دوست بداریم و شخصیت او را پرستش کنیم. پرستش یعنی این عزیزان، پرستش یعنی که من عاشقتم، دوستت دارم، مرحلش اینه که میشناسمت، دوستت دارم، محبتت میکنم، عاشقتم، الان میپرستم. وقتی میپرستید خدا رو به صورت حقیقی، وارد عمق‌ها میشید و خدا میتونه شخصیت من و شما رو عوض کنه. وقتی به خدا میگی این خصوصیت نیکوی تو، رحمت تو، عشق تو، فروتنی تو، ماورای آن چیزی که من فکر میکنم و من تو رو دوست دارم، خدایا این فروتنی تو در من بگذار. نمیذاره؟ میگذاره. وقتی میایم و ما مشتاق این شخصیت هستیم، چون خودمونم مشتاق هستیم، این شخصیت بر ما گذاشته میشه. یکی از بزرگترین هدیه های پرستش حقیقی واقعا تبدیل شخصیت ماست به صورت خود خداوند. وقتی دو نفر عاشقن، کم 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 شبیه هم میشن. حالا جوانا یادتونه موقعی که عاشق و معشوق هستن، هم دیگر دوست دارن، وقتی ازدواج میکنن و این عشق رو نگر میدارن، حتی اعمالشون، کاراشون و حتی صورتاشون شبیه میشه. من یادم ازدواج کرده بودیم 43 سال قبل، درست نادر جان؟ وارد آمریکا شدیم، بعد من خیلی نادر رو دوست داشتم، نادرم منو دوست داشت، من خیلی عاشق نادر بودم، بعد عاشقش بودم، داشتم؟ نه الان بیشتر شده آخه، بعد پرستش نرفته ها، فقط عشقه، خیلی دوست داشتم و الان بیشتر عاشقشم و این نزدیکی ما به هم خیلی ملموس بود. خب رفتیم یه رستورانی، همون سال اول وارد آمریکا شدیم، رفتیم رستوران به نام دنیز، دنیز هست اینجا، خیلیاتون رفتید، رفتیم دنیز. ما هم دوتا کوچولو، ایمان هم نداشتیم، لاغر، خیلی به سیاسوخته، به قول باباش سیاسوخته نشسته بودیم، با هم اردر غذا میدادیم. گارسونه اومد از من سوال کرد، گفتش که شما چی میخورید؟ منم گفتم مثلا اینو میخورم. بعد برگشت گفت خواهر تو چی میخوره؟ نادر اون موقع چه خواهر من زنشم. اون موقع ایمان نداشت، ببخشیدش، توبه کرده، عوض شده.
حتی ما قیافه هامون شبیه هم میشه وقتی عاشق هم هستیم، و این عشق ما رو به شباهت معشوقمون میکنه، و وقتی عاشق و عاشقتر خدا میشیم شخصیت خدا بر ما میشینه، شخصیت خدا در ما قرار میگیره. چقدر خوبه ما این قدم ها رو وارد بشیم و به حضور او، وقتی او رو میشناسیم و همینجور قدم به قدم از این قدم ها رو ور میداریم تا اینکه عمق خدا رو حس بکنیم، اون موقع است که زندگی ما تبدیل میشه. همونجوری که یادتونه تو این کاغذاتون هم دارید راجب اون زن سامری، اگه یادتون باشه یوحنا فصل 4، زن سامری یک زنی بود که فکر کنم 5 تا نوشته اونجا 5 تا شوهر کرده بود و الان با اون کسی که زندگی میکرد شوهرش هم نبود، یعنی قبلا 5 تا ازدواج داشت. برای همین موقع که میاد آب بگیره از اون دم جایی که چشمه بود، که یک چاهی بود، مرسی، چاهی بود که میخواست آب بگیره، موقعی داشت میومد، سر زور میومد که صبحا خانوما رفتن، مبادا خانوما براش حرف درارن، برای همین در خلوت میومد آب برداره. الان خودتونو بسنجید با همچین شخصی، خواهران من، مادران من و همینجور ما، با همچین شخصی که منفور جامعه است، شخصی که میدونه خودش کی هست، میدونه که شخصیتش رو مردم شناختن و میدونه که هر جا بره با چش غلط بهش نگاه میکنن، میرسه سر چاه با عیسی مسیح ملاقات میکنه. عجب ملاقاتی. ما حتی به صورت سر به زنگا ممکنه بریم با مسیح ملاقات کنیم. خدا شکر برای عزیزانی که بار اول اومدید، خدا رو شکر میکنم اومدید سر چشمه آب حیات و اومدید با عیسی مسیح ملاقات کنید، نه عیسی مسیح پیغمبر اولوالعزم، عیسی مسیح شفا دهنده، نجات دهنده، خدا و خداوند. برای همین این زن داشت با او همینجوری ملاقات کرد، همینجوری میگن سر به زنگا باهاش ملاقات کرد، او رو شناخت، اول اسمش رو گفت، تو آقا هستی، تو ربای هستی، همینجوری شناختش، عیسی مسیح باش حرف میزد، شناختش. و جالبه دیگه جایی میرسه که احساس میکنه اون نبیه، میگه نه تو اصلا نبی هستی، حالا که تو نبی هستی، حرفای الهیاتی بهش میزنه، میگه حالا که تو نبی هستی به ما بگو ما کجا دعا کنیم، سر این کوه دعا کنیم، سر اون کوه دعا کنیم تا خدا رو بیشتر بشناسیم. توجه کنید عیسی به میگه ای زن مرا تصدیق کن که ساعتی می آید که نه در این کوه و نه در اورشلیم پدر را پرستش خواهی کرد. نه در این کوه، نه در معبد اورشلیم خدا را پرستش خواهی کرد. درسته؟ بعد میگه حالا میاد توضیح میده پرستش حقیقی چیه به یه نفری که اصلا هیچ بویی از حضور خدا نبرده و فقط داره او رو تازه میشناسه. میگه لیکن ساعتی می آید، بلکه الان است، که در آن پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش میکنن. میتونید بگید روح و راستی؟ با روح و راستی، با روح خدا و راستی حقیقت عیسی و کلام او. حالا دیگه احتیاج نیست من برم تو معبد، شما احتیاج نیست برید تو معبد، احتیاج نیست بیان حتی تو این کلیسا بگین من دعا کردم پرستش من حقیقی باشه. معبد خدا کجاست عزیزان؟ الان شما و قلب شماست، و اونجاست که با روح و راستی او را میپرستید، اونجاست که تبدیل میشی، اونجاست که عوض میشی، اونجاست که زندگی تو متحول میشه، اونجاست که بعد از چندی شده واقعا از زانی میان 10-20 سال 30 سال در خداوندند، کلیسا میرن، ولی هنوز عوض نشدن، هنوز تبدیل نشدن. چرا؟ کلامم بگی ازش خیلی عالی و بلده، شروع میکنه مثل اون زن بحث کردن، شروع میکنه حرف زدن، شروع میکنه بالا پایین رفتن، حتی بهتون یه آیاتی میده که حتی خودتون تا به حال تجربه نکردید، ولی عوض نشده، تبدیل نشده. ولی این زن عوض شد، تبدیل شد، طوری تبدیل شد، طوری حضور خودش، چون فهمید باید با روح راستین خدا رو بپرسته، که رفت به شهر اعلام کرد بیایید ببینید اون مسیح موعودی که تمام زندگی منو میدونه، و من اینو اضافه میکنم این جمله رو، و منو محکوم نکرد و منو پذیرفت و من عوض شدم و من تبدیل شدم. چقدر خوبه ما به حضور خدا بریم، به حضور عیسی بریم، او رو بشناسیم، شخصیتش رو بشناسیم، بدونیم کیه و بدونیم او زنده است و او ما رو عوض میکنه.
و اونجاست که خدا وارد میشه، اونجاست که زندگی ما تبدیل میشه، اونجاست که زن و شوهرها عوض میشن، اونجاست که بچه های ما عوض میشن. تو فقط حضور خدا، تو حضور ابر خدا، شکاینا گلوری خداست که من و شما عوض میشیم. هر جایی که وارد میشه، اگه یک کلیسای خانگی میرید، واقعا اون کلیسا، اون مسئولینش و بقیه اعضا در حضور خدا وقت گذاشته بوده باشند، وقتی وارد اون خونه میشی، اون خونه ابر خدا توشه. وقتی اینجا تو این کلیسا دعا بشه، روز و شب در دعا باشیم در حضور خدا، بگیم خداوند ما تو رو دوست داریم، ما عاشق تو هستیم، نه به خاطر برکات دیگه، به خاطر حضور خودت، به خاطر شخصیت نیکویت، به خاطر رحمتت که تا ابدالاباده، به خاطر اون فروتنید، به خاطر عشقت به ما، فداکاریت برای ما. بعد اون موقع ابر حضور خدا همیشه اینجا هست و هر کی از در وارد میشه، عزیزانم که وارد میشن، با قلبشون به وسیله روح خدا لمس میشه. نه با ما، نه با حرف ما، نه حتی با لبخندهای ما، بلکه با روح خدا لمس میشه. بر همین چقدر خوبه به حضور خدا بریم، وارد عمق‌های او بشیم. بر همین از خود عیسایی که با مردم ملاقات میکنه و حتی اگر ما نریم و او رو معرفی کنیم، خودش میره و خودش رو معرفی میکنه. بیاین باهاش بریم بالای کوه، بیاین باهاش بریم بالای کوهی که میگه هیچ سر این کوه سر اون کوه نیست. با او بریم بالای کوه، با او بریم بالای کوه. و داستانی هست که خیلی هاتون بلدید، تو لوقا فصل 9 هست، تبدیل هیئت عیسی و شخصیت ما. اینجا یه داستانی که خیلی هاتون شاید بدونید، عیسی مسیح شاگرداشو بر میداره، بعد از چند روزی میگه، بعد از چند روز، اینجا میگه 8 روز، بعد از 8 روز، پس یه معنی داره این 8 روز یعنی چی؟ بعد از 8 روز در 2 تا انجیل دیگه میگه 6 روز. اگه خواستید برید بخونید 6 روز 8 روز چه معنی میده، الان از این موعظه بیرونه، ولی میگه بعد از چند روز اونها رو بر میداره. کیا رو بر میداره؟ پتروس و یوحنا و یعقوب، یادتونه آصاف و دیگه اسمشون چی بود؟ هیمان و یدتون. این ستا رو بر میداره با خودش، میره بالای کوه. میره بالای کوه، اگه توجه کنید میگه بریم اونجا، برداشته بر فراس کوهی برآمد تا چیکار کنن؟ تا چیکار کنن؟ دعا کنن. یعنی بردشون که دعا کنن. جالب اینه که اینها چرا اون مسئله 8 روز هست و چرا اینا رو انتخاب میکنه. جالب اینه که اگر خونده باشید لوقا رو، فصل 9 قبلشو، مضمون اون زمان رو، اون محل رو و اون تاریخ ها رو در نظر بگیرید، عیسی مسیح میاد به اینا صحبت میکنه. جاییه که اگه توی متی فصل 16 یادتون باشه که این در آخر 16 و فصل 17 گفته شده، عیسی مسیح میاد میگه که به پتروس و یوحنا و یعقوب، و از پتروس میپرسه شما مرا کی میدانید؟ میگن چی؟ میگه نه تو اون نبیه که باید بیاد نیستی، یا تو ایلایجای نیستی، درسته؟ الیاس نیستی؟ میگه پس شما منو کی میخونید؟ چی گفت پتروس به عیسی مسیح؟ گفت تو عیسی مسیح پسر خدای زنده. براش جا افتاد که او خدا و خداونده، براش جا افتاد، ولی بعد پشتش اشتباه کرد، بعد پشتش اشتباه کرد، پشتش هنوز خطا کرد. و بعد عیسی مسیح راجع به مطلبی صحبت میکنه بهشون تو این قبل از این تبدیل هیئت، بهشون میگه که من باید برم اورشلیم و باید برم روی صلیب جان بدم و برای شما جان خودمو بدم و روز سوم از مردگان برخیزم. این اولین باری بود که راجع به مرگ و رستاخیز خودش صحبت میکرد. خب برای کسی که توی آب فقط تو قوزک پاشه یا تو زانوشه، حرفی رو که میخواد در غوطه ور شدن بزنه نمیفهمه و گیج میشه. از آن ماها میان کلیسا یه چیزایی میشنویم، یه سری اطلاعات میگیریم، یه سری تئوری میگیریم، و موقعی که خدا یه حرفی میخواد بزنه که به زندگی ما ربط داره، به حیات ما ربط داره، به زندگی جاودانی ما ربط داره، به حل مسائلمون ربط داره، ما تو قوزک پا هستیم، بر همین گیج میشیم. اینا گیج شدن، اینا نفهمیدن عیسی چی داره میگه. عیسی هم همونجا جوابشون نداد،
بخونید، خیلی جالبه این فصل رو بخونید. و حتی صحبت‌هایی که میکنه تنها راجب مرگ و رستاخیزش نیست، راجب شاگرد بودن حرف میزنه، راجب شاگرد حقیقی که تو این کلیسا، ببخشید من شبانم میگم، گم شده شاگرد حقیقی. شاگرد حقیقی گم شده. شاگردهای تئوریسین زیاد داریم، شاگرد حقیقی، پرستش حقیقی، تبدیل حقیقی گمه. باید بچرخیم. نباید یه نفر بیاد مثل عزیزانم تو این کلیسا و متوجه بشه فقط میگه یکی دو تا سه تا پنج تا میبینم. شاگرد حقیقی گمه. راجب شاگرد حقیقی حرف میزنه، شاگردیه که میگه بهش هر کی که شاگرد منه خودش رو انکار میکنه، نفسش رو انکار میکنه، صلیبش رو بر میداره و مرا اطاعت میکنه. شاگرد حقیقی یعنی این. شاگرد حقیقی این نیست که وارد ملکوت شدی، تئوری بلدی، بده 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 اینو بده اینو نمیدی، به بابا ولم کن، تو چه خدایی هستی، ای کلیسا ولمون کن کلیسا رو. شاگرد حقیقی میگه من حاضرم تا صلیب با تو برم و جان بدم، مصلوب کنم، حاضرم صلیبم رو هر روز بردارم تو خونم، تو زندگیم، حاضرم تو خونم فروتن بشم، حاضرم به همسرم فروتن بشم، حاضرم همسرم رو ببخشم، حاضرم دیگران رو ببخشم، حاضرم نفسم رو انکار کنم. عیسی مسیح که داره حرفای گنده گنده بهشون میزنه، حرفایی که میزنه و نمیفهمن. چرا؟ چون تو قوزک پا هستن، نمیفهمن. اونها رو دعوت میکنه به طرف کوه، میگه بیاییم بریم توی کوه، میگه بیاییم بریم دعا کنیم تا شاید اینها رو درک کنید، شاید اون شکاینا گلوری بیاد حضور شما رو عوض کنه. بیاییم بریم بر روی کوه. دعوتشون میکنه بر روی کوه. اگه خونده باشید یا میتونید به جزوات نگاه کنید، یه دو سه تا آیه میگم اونو میپرم، چون این ماهی که میرن روی کوه شروع میکنه دعا کردن. توجه کنید به اون آیه 32. اما پتروس و رفقایش را چی شد؟ یه بار دیگه بگین. خواب در برد. رفتن توی کوه، رفتن اون حضور خدا بیاد، رفتن اونجا این مسائل درک بشه، بفهمن مرگ و رستاخیز عیسی مسیح چیه، بفهمن شاگرد بودن یعنی چی. رفتن روی کوه، خوابشون برده. رفتن روی کوه، مسیح وایستاده و اونها خوابشون برده. برای همین در زمانی که اونها خواب برده، اون آیات قبلشه میگه و چون دعا میکرد هیئت چهره او متبدل گشت و لباس او سفید و درخشان شد، که ناگاه دو مرد یعنی موسی و الیاس با وی ملاقات کردند و به هیئت جلالی ظاهر شده درباره رحلت او که میبایست به زودی در اورشلیم واقع شود گفتگو میکردند. داشتن رویایی بود که انجام شده بود و موسی و الیاس داشتن با عیسی صحبت میکردند. چرا حالا موسی و الیاس آمدن؟ چرا خدا اجازه داده این حضور مکشوف بشه بر این شاگردان؟ موسی که ما میدونیم پیغمبری بود، پیامبری بود که خدای یکتار رو معرفی میکرد و گفته بود نجات دهنده ای میآید، گفته بود کسی میآید. و حتی اگه تو عبرانیان بخونی میگه موسی به خاطر آر عیسی مصر را ترک کرد و به بیابان رفت. یعنی به خاطری که میگفت عیسی میآید، مسیح موعود میآید، من دیگه تو مصر نمیتونم بمونم. موسی نشانگر شریعت و کلام خداست و الیاس یا اون کسی که ایلیا که با آسمان رو بوده شد و الان داریم تو این تصویر میبینیم، نشانه اون نبی های کتاب مقدس هستند. یعنی تمام عهد عتیق، تمام عهد عتیق الان اومدن حضور عیسی مسیح خداوند، پسر خدای زنده، و دور او جمع شدن و تقریبا دارن به او سجده میکنن و اوست حد نهایی حضور و شکاینا گلوری خدا روی زمین. نمیدونم گرفتید یا نه، حضور خدا به صورت انسان در کتاب عهد عتیق انجام شده، اومده با موسی حرف زده، حتی با جدعون حرف زده، حتی با یوشع. نادر جان چند هفته پیش یا دو هفته پیش بود گفتید با یوشع ملاقات کرد، ولی اینجا شکاینا گلوری خدا به صورت عیسی روی کوه هست و اینا خوابن.
آیا ما هم خوابیم وقتی وارد حضور خدا میشیم؟ خوابیم، از نظر روحانی خوابیم. بیدار شو کلیسا، بیدار شو و معنی واقعی شاگردی رو برو جلوی خدا درک کن و بذار زندگی من و شما تبدیل بشه که آیات، معجزات، شفاها رو جلوی چشت ببینی. اگه نه تئوریسین ها شفا، آزادی، نجات را نمی بینند. آنهایی که تا قوزک پا هستند شفا، آزادی و پیروزی ها را نمی بینند. فقط آنانی که قوطه بر هستند می بینند. حالا اینا یهو بیدار میشن، هول میشه پتروس. خیلی جالبه، تو بلند میشه اینا رو می بینه، هول میشه، میگه خوب شد که ما اینجا هستیم، بیایم سه تا سایبان و بیایم سه تا خیمه بسازیم برای شما که همینجا بمانید. و تازه چه آدم موقعی که بعضی وقتا بلند میشه، اکسایتد میشه، هیجان زده میشه و حضور خدا را حتی میبینه، ممکنه مثل پتروس که اینجا میگه که و این به موسی این حرف رو زد و میگه نمیدونست که چه حرفی میزنه، از خودش بی خود شده بود، نمیدونست چه کار میکنه. بعضی وقتا شده حضور خدا میاد یا شده توی محلی میرید یه چیز خوب انجام میشه، یا اصلا اکسایتد میشی، هیجان زده میشی، یه چیزای الکی از دهانت در میاد، شما نشاید از من در میاد، یهو یه چیز الکی میگیم، یهو یه چیزی میگیم که از قوزک پاست، نیستیم، چون نیستیم تو اون عمقها. وقتی از خواب بیدار میشیم، وقتی حضور خدا میاد، یهو یه چیز الکی میگیم که وابسته به قوزک پاست. ولی اگر من عادت کردم که در عمقها در حضور خدا باشم، عادت کردم که به حضور خدا به کوها برم و اون شکاینا گلوری خدا رو لمس کنم، اون موقع وقتی که این حقیقت رو میبینم زبانم به نیکویی باز خواهد شد، برای بنا خواهد شد. و اونجاست که هیبت عیسی عوض شد. و بعد همونجوری که اینها داشتن میترسیده بودن، میگه یهو ابر خدا، اون حضور خدا آمد و اون کوه رو پر کرد و اینا ترسیدن. بعد یک صدایی در اومد، صدای خدای پدر دوباره اعلام کرد. بخونید، خیلی جالبه، میگه این از پسر حبیب من، این از پسر حبیب من. آها، روز اولی که عیسی تعمید میگرفت در آب و نشانه ما بود، میگفت اینک این از پسر حبیب من که از او خوشنودم. ولی اینجا میگه اینک این از پسر حبیب من، او را بشنوید. دیگه موسی و ایلیا رو نشنوید، عیسی را بشنوید. لغت شنیدن یعنی چی از آن؟ اطاعت کردن، شنیدن و انجام دادن. اینه که باعث تبدیل هیبت ما میشه، اینه که باعث تبدیل شخصیت ما میشه، اینه که ما بریم به کوه، بریم به حضور خدا، بریم به عمق‌ها. و وقتی میشنوی اطاعت کنی. میخواین وارد اون تبدیل بشید؟ میخواین وارد تبدیل حضور خدا بشید؟ دوست دارید؟ و بگین خداوند ابر تو بیاد و منو تبدیل کنه، حضور تو بیاد منو تبدیل کنه، من میخوام وارد عمقا بشم تا لیاقت داشته باشم منو با خودت ببری بالای کوها، ببری در جایی که تو من میتونم هیبتم عوض شه، شخصیتم عوض شه. میخواین بشه؟ بیستیم دعا کنیم. خداوند با شکرگزاری به نزدت اومدیم، دعا میکنیم، اعلام میکنیم خداوند تو خدای نیکویی هستی، تو خدایی هستی که رحمت تو تا ابدالآباد است. بگید خصوصیات خدا رو اعلام کنید. چند تا میدونید خصوصیات خدا رو؟ حتی یکی دو تا بگید، بگید با صدای بلند، بگید خدا کیست، خدا کیست، بگید صدای بلند بشنوه، فرشتگان بشنون خدا کیست. نذارید من بگم، شما بگید خدا کیست. قادر مطلق، خدای محبت، خدای عاشق، خدای فداکار، خدای فروتن، خدایی که مهربانی او تا ابدالآباده، عشق او ازلی و ابدیه، خدای بخشنده، خدای فراهم کننده، خدایی که همیشه حاضره، خدای شفا دهنده، خداییست که در هر موقع او رو به طلبی فوراً یافت میشه. بگید به اون خدا، بگید خداوند تو هستی، تو هستی، تو حضور داری اینجا. بله، با ابراز احساسات، یعنی من باور دارم. بهش بگید، با دست بگید، بگید باور دارم تو کی هستی. بهش بگید خداوند تو خدای نیکویی هستی، حضور تو اینجاست و من خداوند میخوام به تو نزدیکتر بشم، میخوام به
شخصیت تو نزدیکتر بشم، تو رو بپرستم و تو منو تبدیل کنی. خدا من بیا منو عوض کن، خدا من بیا شخصیت خود تو تن من کن، خدا من بیا 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 به نزدت، بیان به نزد خدا و بپرست. به این خداوند من میخوام شخصیت تو رو بیشتر بشناسم، نمیخوام تا قوزک پام به نزدت بیام، نمیخوام خداوندا که فقط بیام روی کوه و خوابم ببره. خداوند هیبت من عوض کن، شخصیت من عوض کن، خداوند عوض کن تا ببینم، تا بتونم ابزار دست تو باشم، تا بتونم شفا و آزادی و پیروزی ها و اخراج ارواح رو تو این کلیسا ببینیم. نباشه که برای یه نفر هی دعا کنیم بالا بریم پایین بیاییم، با یک دعا حرکت تو رو به تو حرکت کنه، شکاینا گلوری تو بیاد و مردم رو لمس کنه، هر کس در وارد میشه با حضور تو ملاقات کنه، عشق تو، نیکوی تو، رحمت تو، فداکاری تو. ای خداوند بیا، بیا از این معبد استفاده کن، بیا از معبد من استفاده کن و ساکن شو. بیای ابر خدا، بگید به خداوند، بگید آماده هستم، پرستش حقیقی رو به من یاد بده، بذار من وارد عمق‌ها بشم، وقت منو باز کن خداوند، وقت منو باز کن، وقت منو باز کن که حتی اون گروبی که میام به حضورت بتونم تو رو حس کنم، بتونم ابر حضور تو منو لمس کنه، شخصیت من عوض شه، هیبت من عوض شه، زندگی من عوض شه، بچه های من عوض شن. دیگه خداوند به من یاد بده چجوری دعا کنم، به من یاد بده چجوری وارد حضور تو بشم. بگید به خداوند، بگید میخوام، بگید این هفته رو من کار کن، این هفته رو من کار کن و من رو به عمقهای خودت ببر. به اجازه بده وقتی تو عمقها میام شایسته آمدن بالای کوه هستم. منو ببر خداوند به عمقهات، دعا کنید و بخواید که انجام بشه. سرود عمقها رو یه بار دیگه میخونیم. ناره جان خواهر مردوخ لطف کنید این عمقها رو بخونیم یه بار دیگه، با خدا عهد کنید، بگید خداوند دیگه نمیخوام مثل شاگردان گیج بشم وقتی میگی شاگرد کیه، نمیخوام گیج بشم وقتی میگی من باید برای تو جان بدم، نمیخوام گیج بشم که چجوری زندگیم رو هدایت کنم، نمیخوام گیج بشم، من نمیخوام با در قوزک پام باقی بمونم، منو به عمقها ببر، عوض کن منو. هفته پیش وقت داشتید این کارو بکنید، اگر نکردید امروز بکنید، بگید خداوند من میخوام از امروز وارد عمقهای تو بشم، تو از من بریزه اون چیزهایی که توی وجود منه، اون چیزهایی که به شخصیت منه، اون چیزهایی که منو گرفته در ته اون نهر باقی بمونه و من غوطه‌ور در حضور تو باشم. بگید اینو و این سرود از دل بخونید. عمیق‌تر کمی عمیق‌تر، عمیق‌تر مرا ببر به زمین به قلب دعا کنیم، عمیق‌تر 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 به حضور رو، عمیق‌تر بگذار بشنوم قلب تو رو و وعده های تو، میسازم زندگی شفاعت در عمق‌ها به دست میاد، عمیق‌تر تبدیل‌ها در عمق‌ها به دست میاد، خداوند بیا ما رو عوض
عوض کن، تبدیل کن ما رو. عمیق‌ترین نیایشم صدا خدا جا. بیا بیا انجام بده کارتو. عمیق‌تر کمی عمیق‌ترین پرستشم به سوی بله خدا ما این پرستش حقیقی ما رو بپذیر. منو ببر بالای کوه. ببر خداوند به اون شخصیت تو در کنم. عمیق‌تر بود سردر کنم فرزند بذار در کنم اون هویتی رو که تن من کردی. عمیق‌تر بس دیگه دنیا روی من لیبل بذاره، علامت بذاره من فرزند تو هستم. عمیق‌تر بود سردر تو به من بگی، تو به من بگی خداوند، تو به من بگو خداوند. عمیق‌تر کمی عمیق‌تر عمیق‌تر بیستم در نگاه تو. عمیق‌تر کمی عمیق‌تر عمیق‌تر در خونم هستم تو. هدف از بودنم حیات و زیستنم تنها تو ای پدر، مبهوت از محبت تو عشق تو. هر روزه به اون مرحله برسی بس از این تر از عشق من شنیدم. هنوز یه چیزایی تو زندگی من هست که حتی همسرم میگه تو زندگیت مشکل و سختی داری. هنوز چیزایی هست که سر کارم همکارم میگه تو باید عوض شی.
حتی خودم نمیتونم خودم رو عوض کنم خداوند، ولی میدونم وقتی به اون خوابیام تو من عوض میکنی. به خدا عهد کنید، بگید خداوند من حاضرم قدم بزنم بیام، منو به اون خواب ببر، منو بالای کوه ببر، بذار خوابم نبره، بذار باشم در حضورت و عوض بشم. بذارید امروز همه ما عوض شیم، تبدیل شیم عزیزان. این واقعا پیام شخصی مال خودتونه، نرید این پیام رو به دیگری بدید، بگید این پیام مال منه، من میخوام وارد عمق‌های خدا بشم، من نمیخوام تا قوزک پام بیستم، من میخوام شخصیتم عوض شده باشه، شخصیت حقیقی که خدا میخواد بر من بگذاره شخصیت خودشه، شخصیت عاشقانه خودشه، پرفیض خودشه، وفادار خودشه، فروتن خودشه، پر از بخشش، پر از فیض. بگی خداوند اینو تن من کن، من بهت قول میدم این هفته با تو این رابطه رو قوی و غنیتر و بهتر کنم. خداوند میخوام، میخوام، نمیگم ندارید، حتما دارید، حتما این رابطه رو دارید، ولی به عمق برید. بگی خداوند میخوام، تقاضا میکنم، تقاضا میکنم، تقاضا میکنم. خداوند بیا ای روح القدس، بیا اون ابر حضور خودت رو بر اونهایی که مشتاق تو هستن، آصافها، آصافها بریز خداوند، که تو رو پرستش میکنه، گلوتونها بریز خداوند، یعقوبها، پتروسها، یوحناهات، استرهات، روتها، پرسکلاها، دبورها بریز خداوند، بریز بر دخترات، بر پسرات، بریز، بریز. من نگرتون داشتم که این کانکشن برقرار شد بین شما و اون، چون باید در حضور خدا صبر کرد، باید در حضور خدا صبر کرد. همینجوری که الان دارن فقط موزیک میزنن، اجازه بدید خدا با شما صحبت کنه، بذارید روح خدا با شما صحبت کنه، شخصیت خودشو برای شما کاملا مکشوف کنه. بگه امروز میخوام این شخصیت رو تنت کنم دخترم، شخصیت رو تنت کنم پسرم. فرق نمی کنه که خادم خدایی یا تازه امروز قلبتو به مسیح دادی و یا فقط اومدی منو بشناسی. بدون من عاشقتم، بدون برات برنامه های عالی دارم، بیشتر از همه میخوام شخصیت خودم رو تنت کنم، میخوام شخصیت خودم رو با لباسی برازنده، سفید، سفید، زیبا، ملبس شده زیبا بر تن تو کنم. بگی خداوند رو میخوام. بذارین در این سکوت خدا با قلبتون حرف بزنه، خدای شما حرف میزنه. بت نیست که چشم داشته باشه و نبینه، لبان داشته باشه و سخن نگویه. خدای شما باتون حرف میزنه. وارد حضور او بشید، عمق‌هاش بشید، عمق‌هاش بشید. سای مسیح شاگردان رو برده بود بالای کوه، من مطمئنم او هم به همین صورت صبر میکرد، به همین صورت بهشون وقت میداد. مبادا شما خوابتون ببره، مبادا خسته بشه. بی خداوند نه آمادم بگیرم، آمادم دریافت. با من صحبت کن، با من صحبت کن، با من صحبت کن. ای روح خدا بیا، ای روح خدا، ابر خدا بیا، روح القدس بیا، بیا خداوند. اونایی که پاشون درد میکنه بشینید، ولی در دعا باشه. اگه خواستید بشینید، بشین، ولی بذارید خدا باهاتون حرف بزن. من تموم نمیکنم، چون خدا با من و شما هنوز کار داره، داره چیزهایی رو نشون میده بهتون که باید تو زندگی من و شما عوض شه، تا من شاگرد حقیقی او باشم، تا من پرستنده حقیقی او باشم، تا من شایسته باشم صلیبمو بردارم حتی دنبالش برم. حتی بشینید، بشینید دعا کنید، اشکال نداره، عجله نداریم، عجله نداریم. در حضور خدا، خداوند بیا با ما کار بکن، خداوند بیا. بنده نمیخوام با تو نیومدیم به نزد تو که فقط برکات تو بگیریم و بریم، نیومدیم یه اسم و لیبل مسیحی به ما بچسبه شاید یک برکتی توی زمین برای ما باشه، نه، اومدیم تا
تو را جستجو کنیم، آمدیم شخصیت تو رو بشناسیم. خداوند بیا، اونجاست که خدا عوض میکنه، اونجاست که تو دلتون اون بخشش ها میاد، اونجاست که میتونین حتی دشمنتو ببخشید، اونجاست که میتونی به بالای کوه بری، اونجاست. فقط حضور خدا، خدا صحبت کن. جراحی کن، بیا خداوند، چاقوی جراحی تو ما رو نمی کشه، چاقوی جراحی تو ما رو عوض میکنه. بیا روح القدس قلب و روان ما رو خداوند شفا بده. بیا خداوند، بیا خداوند عیسی، بند آخرش یه بار دیگه بخونیم. عمیق‌تر، کمی عمیق‌تر بگذار در